تا به حال منظری بی شگفتی ندیده بودم. اینها واقعا انسان نیستند. چه قدرتی دارند؟ این نشانه ای شگفت از قدرت حکومت سلیمان است. بگو قدرت خداوند که به سلیمان هدیه شده است. واقعا باید خدا را شکر کرد که چنین فرمان روا و حکومتی مقتدر به ما عطا کرده است. خب نظر شما چیست؟ چیز عجیب و غریبی است. عجیب. برای هضم آن احتیاج به دقت و تفکر بیشتری دارم. فکر می کنم این دیگر پایان راه ماست. نه اینطور نیست. اما من فکر می کنم دیگر نتوانید این مردم را با ما همراه سازید. نه می توانم می توانم. فقط احتیاج به زمان بیشتری دارم. زمان بیشتر. سر شرام میبینم کمچون چهار پایان در گرمانده. درست میبینید، اما این وضع زیاد طول نمی کشد. مطمئنم اگر پدرت زنده بود تا کنون راه هر را یافته بود. آخر این قضایا خیلی غریب هستند. به راستی کارهای سلیمان و قدرت او شگفت‌آور است. آری کارهای او به سحر و جادو شبیه. آری سحر و جادو. یک آدم عادی نمیتواند چنین باشد. میگویند ساحران نیز با جنیان در ارتباط هستند، اما نشنیدم هیچ کدام قدرتی در این حد داشته باشند. آدم قدرت او ربطی به سحر ندارد. فرمان روایی بر جنیان را خداوند به او عطا کرده. اما تو میتوانی چیز دیگری به مردم بگو. اینکه او ساحری بزرگ است. البته فرمان روای ساحر نیز خود میتواند نعمتی باشد. مردم به تناسب عقلشان میاندیشند. وقتی چیزی را ندانند توهم و خرافات پدید میآید و این نادانی آغاز کفر و شرک است و حکومت بر نادانان آسان. آن برو و کارت باشد. چه خبر شده؟ پیره مرد و دیوانه. کارگاه مصر را ساختیم و این هم از کانال. من که نمیدانم سود این کارها چیست. معلوم است در آن کارگاه هاون میسازیم، از این کانال ها هم آب میآید و ما در هاون آن را میکوبیم. این همه از سلیمان معجزه دیده اید، هنوز به قدرت او ایمان ندارید؟ به جای این حرف ها بروید به کارتان برسید. همه چیز آماده است. همه آمدن. چه دستوری می‌فرمایید؟ منتظر می‌مانیم تا وعده الهی به انجام برسد. مس مذاب از دل کوه دارد خارج می‌شود. اشیاء با ارزش ساخته شود.
خدایا تو را سپاس که گنجینه های زمینت را بر من گشودی تا با آن حکومت تو را بر زمین عظمت بخشم. سالها گذشت و سرزمین بنی اسرائیل به برکت اقتدار سلیمان در صلح و آرامش و رفاه کامل بود. شهرهای بسیار ساخته شد و راه‌هایی که آنان را به یکدیگر متصل می‌کرد. اینک شهر اورشلیم بسیار بزرگ و پر رونق شده بود با ثروت بسیار. آوازه باغ‌های سرسبز و پربار بنی اسرائیل در سرزمین‌های دیگر پیچیده بود. به اذن خداوند اختیار سلیمان نبی بر باد باعث شده بود که مزارع هیچگاه بی آب نمانند و پرمحصول و سرسبز باشند. اورشلیم شهر عظیمی بود که مسافران و تاجران از شهرهای مختلف برای سیاحت و تجارت به آنجا می آمدند و در سایه قدرت الهی لشکر سلیمان هیچ دشمنی جرأت نزدیک شدن به مرزهای حکومت خدا را نداشت. خداوند بخشنده مهربان. مؤمنان به خداوند، در روند تاریخ معمولاً خداپرستان و پیامبران در اقلیت بودند و مورد ظلم و تعدی کافران قرار داشتند. در این سرزمین زمانی بود که شما معتقدان به دین موسی در اسارت و بندگی بت‌پرستان به سر می بردید، اما سرانجام رحمت خدا بران قرار گرفت تا پیامبران الهی و فرمان روایان مقدس به یاری شما بیایند و به این شکل مؤمنان نیز دارای حکومتی شدند و قدرتی. و امروز شما مؤمنان به خدا شاهد حکومتی قدرتمند هستید که هیچ دشمنی را یارای سرکشی در برابر آن نیست. و این حکومت عظیم نمادی است از قدرت خداوند بر زمین تا به عنوان نمونه و یادگاری از دوران اقتدار مطلق حکومت مؤمنان در تاریخ بشر به یادگار بماند. من سلیمان بنده و پیامبر خدا و فرمانروای او بر عالم خاک او را سپاس می‌گویم که این چنین نعمات خود را بر ما ارزانی داشت و ما را قدرتمندترین انسان‌های روی زمین گردانید.
ستایش و سپاس خداوند عظیم. پروردگارا از من سپاسم را بشنو. ستایش و سپاس خداوند را که برترین قدرت است در عالم. خدایا سلیمان را در پناه خود قرار ده که بدون تو او ضعیفترین و تنهاترین موجود دنیاست. برای فهمیدن حرفهای من هوش فوق‌العاده‌ای لازم نیست. واضح است که الان زمانی است که باید به درون تاریکی رفت و هیچ مقابله‌ای نکرد. آریل، تو نبودی که دم از مبارزه و نابودی حکومت سلیمان می‌زدی؟ بله، اما حال وضع فرق کرده. هر آدم عاقلی با دیدن قدرت عظیم سلیمان به این نتیجه می‌رسد که باید صبر کرد. این صبر خود نوعی مبارزه است. البته مبارزه ترسوها. آگان، بزرگتر از دهان خود سخن میگویی. چه خواهی کرد؟ خود خوب میدانی که همه کسانی که اینجا حاضرند از طرفداران منند. در واقع میبینم که هیچ کدام از طرفداران تو حتی جرأت آمدن هم نداشتند. آیا همه شما با حرفهای این مرد موافقید؟ باشد، حال که شما میخواهید بگذارید همین کله چوبی بر شما حکم کند. آریل، بیا شیمون، باید برویم. پیر مرد خرفت. زنده باد هاگان، زنده باد هاگان. پدر، شما به همین سادگی گذاشتید ریاست فرقه را از شما بگیرن؟ به کدام سادگی پسرم؟ شما کوچکترین مقاومتی نکردید. حتی طرفداران خود را از آمدن به این جمع منع کردید. تو هم فکر میکنی پیری عقل پدرت را زایل کرده؟ نه پدر، هرگز. شعار من چه بود شیمون؟ صبر کردن پدر، صبر. پس کمی صبر کن. سلام بر سربازان خدا. سلام. لانه موشها را کشف کردیم. حواستان را جمع کنید. نگذارید هیچ کدام فرار کنند. به دنبال من. پدر، شانس آوردیم که آنها کاری به ما نداشتند. شانس؟ نگذار این کلمه وارد زندگیت شود. چیزی به نام شانس وجود ندارد. ما خودمان باعث هر اتفاقی هستیم. نه پدر، یعنی میخواهید بگویید نه، شما این کار را نکردید. پسر عزیزم، تو پدرت را نمیشناسی. حال فهمیدم چرا هیچ کدام از یاران شما در این جمع نبودند. اما پدر، آنها با ما هم نظر نبودند، ولی دشمن ما هم که نبودند. هر که با ما نباشد علیه ماست. بعضی از آنها دوستان قدیمی شما بودند. در مورد دوستی و دوستان پسرم، نصیحتی به تو می کنم. آن را همیشه به یاد داشته باش. هرگاه در کنار دوست در نشسته ای، او در کنار دوستش ننشسته است. پدر، به راستی شما مکارترین آدمی هستید که تا به حال دیدم. پسر عزیزم، روزی مشابه همین جمله را من به پدرم گفته بودم. باشد که روزی پسرت آن را به تو بگوید. امیدوارم به وفاداری من پی برده باشید و حال دیگر به دوستی من ایمان بیاورید.
به وفاداری تو، به هدفت و به دوستیت، به آنچه دوست داری ایمان دارم. هدف من بزرگی دین یهود است. انگار شما هنوز به من اعتماد ندارید. من درخت مخالفت با سلیمان را قطع کردم. شاید هم آن را هرس کردی آریل. من بزرگ خاندان شمرون هستم، کسی که در جنگ ها زخمهای فراوان برداشت. من دوشادوش تالوت در مقابل لشکر جالوت جنگیدم. من به تالوت بسیار نزدیک بودم. بله میدانم خیلی نزدیک بودی. فکر میکنم گلویت نیز در همان زمان بود که آسیب دید. آیا او پسر توست؟ بله او شیمون است. شنیدم هنگام مرگ پدرت بر بالین او به مداوایش مشغول بودی. امیدوارم هنگامی که شیمون بر بالین توست مداوایش بهتر عمل کند. من اشتباه گذشتگانم را هرگز تکرار نمی کنم. به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز وظیفه سنگینی که از جانب خدا به ما محول شده بود سرانجام با تلاش شما مردم مؤمن و زحمتکش به پایان رساندیم. ساخت بزرگترین و پرشکوه‌ترین پرستشگاه خدای یکتا را. این بنا ساخته شد که در چشم مردمان نشانی باشد از بزرگی خالق جهان. اما بزرگی آن تنها زمانی خیره کننده است که آن را با خانه های خود قیاس می کنند و کوچکی آن زمانی آشکار خواهد شد
که از پس نگاه به این ساخته دست مخلوقات به عظمت کوه‌ها که همانا آفریده‌های خالق هستند بنگرند. این بنا نیز از سنگ و چوب ساخته شده و تنها اگر در راه خدا باشد ارزشمند است، ار نه به ذره‌ای نمی‌ارزد. پس چه باک از روزی که در آینده مؤمنانی دیگر بر ویرانه‌های آن معبدی دیگر برای خدای یگانه بسازند. این پرستشگاه به اراده خدا در این نقطه مقدس از زمین ساخته شد تا قبلگاهی باشد برای مؤمنان به او و مکانی برای تابوت عهد خداوند، و اینک این امانت الهی را در جایگاه خیش قرار می دهیم. اینک سرانجام پیمان ما با خداوند و نظر دیرینه ما به انجام رسید و تابوت عهد در خانه خیش آرام گرفت و معبد اورشلیم قبلگاه یکتا پرستان شد. اما زمانی خواهد رسید که در این شهر حرف حق فراموش و دین موسی به انحراف کشیده می شود. به آنگاه برادرم مسیح خداوند به این معبد گام خواهد نهاد و مؤمنان را بشارت خواهد داد و فاسدان را هشدار. و پس از او نیز پیامبر آخرین و فرستاده بزرگ خدا از این مکان به ملکوت خداوند عروج خواهد کرد. ای بنی اسرائیل، امروز نعمات خداوند که سموئیل نبی وعده آنان را به شما در صورت حفظ ایمان داده بود کامل شد. زمانی شما برده کنعانیان بودید، اما اینک مؤمنان به خدا سروران عالمند و این معبد مقدس اورشلیم قبلگاه تمام خداپرستان عالم خواهد بود.